از اینجا آخر هر جزوه یه تستای تکمیلی میبینی که نکته و تست پارسال بوده، اینا رو من میام استودیو زفت میکنم، حل میکنم. شما چی کار میکنی؟ بعدا دستور عمل بهت میدم که با چه شیوه اینا رو باید انجام بدی. تستا رو خونه حل میکنی، بعد کلید رو بهت میدم، خب بعد تصحیح میکنی، میبینی مثلا 5 تاشو مشکل داری، میری اون 5 تا رو فقط میبینی، دیگه همه رو نمیری ببینی که هم وقت تلف نشه، صرف جویی بشه، همین که به قول گفتنی فقط اشکالات تو دیده باشی دیگه. حالا یه یک به من بدی. آها یه سوالم پرسیدن، خوب بود. کلن با این که من پارسال خیلی کار کردم برای بچه ها، خب من نمیدونم الان مثلا یه آقای هومن رحمانی صفر داده، نمیدونم برای چی صفر دادی، الان نفهمیدی من چی گفتم یا این برنامه رو دوست نداشتی. دوبل پارسال دارم کار میکنم با اینکه پارسال خیلی کامل بود، نمیدونم منظور دست صفر چی بوده. خب ببینید، فقط یه چیزی الان بچه ها یکی سوال پرسید، نهایی برای کلاس نهایی اونایی که امتحان 12 دارید، آره آفرین. کی پرسید؟ محمد امین قربانی، دمت گرم. سوالای خوب اینجوری بپرسید، مخلصتونم هستم. برای امتحان نهایی من سال پیشم همین کارو کردم. چیکار میکنیم؟ برای امتحان نهایی 2 جلسه براتون نمونه سوال امتحانی حل میکنم. البته درسش رو با من خوندین. منتها چون ما فوکسمون روی کنکوره، روی تسته. تستم خیلی براتون حل خواهم کرد. منتها حالا امروز به تست نرسیدیم. 2-3 جلسه دیگه تستنیمون شروع میشه. بعد در ضمن اینم رو جزوه ها بهتون بگم. ببینید رو جزوه ها نگاه کنید، چند صفحه اول درس نامه است، از صفحه چه اینجوری میشه، از صفحه 1 نگاه کنید درس نامه است. این برای این که بعدن میخوام بهتون برنامه دوره بدم بدونید چی کار کنید، یعنی کلن حساب شده است، اینجوری همینطوری الکی شانسی نبوده. خب مثلا فرض کن تا صفحه خدمتون آرزم که اینجا تا صفحه 9 درس نامهش تموم میشه، خب ولی بعدش دیگه همش مثاله. منتها اینو چجوری درس میدم حالا میبینید. مثلا من 3 صفحه اول درس میدم، میام 5 صفحه مثال حل میکنم، بعد دوباره میرم بقیهش رو درس میدم. منتها درس نامه رو از تستا جدا کردم که بعدن میخوای دوره بکنی هی لالوهایه هم نباشه، بگی آقا اون 9 صفحه اول درس نامه است، بقیهش سوال هست. شاید تو دوره فقط بخوای درس نامه رو بخونی، شاید بخوای سوالا رو بخونی، که تفکیک کردم که کارت ساده تر باشه. خیلی خوب، بعد برای امتحان نهایی میگن آقا کاری که انجام میدم برای امتحان نهاییتون هم هست، فقط برای اینکه با سبک و سیاق امتحان نهایی آشنا بشی، من 2 جلسه هفته آخر قبل از امتحانات برای بچه‌هایی که کلاس امتحان 12 دارن نمونه سوال حل میکنم، که همیشه اون هچ که حل میکنم اما هم اوناست، یعنی خیلی کار ساده ایه و امتحان نهاییتونم با بهترین نمره انشالله پاس میکنید، اصلا نگرانش نباشید. درسشو خوندی، فقط چون بیشتر ما تمرکزمون رو تست بوده 2 جلسه نمونه سوال حل میکنم. یه سوالی که کسی نپرسید، کتاب درسی، آیا خوندن متن کتاب درسی الزامیه؟ خیر، اگه شاگرد من هستی خیر. چرا؟ چون متن کتاب درسی رو من خودم خلاصه میکنم بهت میدم. پس خلاصه متن کتاب درسی رو من خودم بهت میدم، نیازی نداری تو بری متن کتابو بخونی اگه کلاس من بودی. خیلی خوب، آخر هر فصل خلاصه متن کتاب درسی رو بهت میدم، میگم آقا این خوندنی ها و حفظیات متن کتابه. خب که دیگه چون تو بخوای بری بخونی خیلی وقت تو میگیره، خیلی میگیره. اما تمرین های آخر فصل خیلی مهمن، تمرین های آخر فصل، اونایی که خیلی مهمتر بودن و خودم تو تستا آوردم براتون، تو اون تستای تکمیلی تمرین های آخر فصل رو آوردم، اما بعضی هاش که ساده تر بودن نیاوردم. یعنی شما از کتاب درسی تنها چیزی که لازم دارید تمرین های آخر فصله، که اونم وقتی که هر فصل تموم شد تستاش هم زدی رفع اشکال کردی، برو تمرین های آخر فصلش هم هر کن، خودم بهت برنامه میدم دیگه. آها اینم سوال خوبیه، میگه که فایلای فری، اینایی که من مینویسم، آقا دست نویسای شما چی میشه؟ اینا رو فایل میکنن براتون میذارن، به همین خاطر سر کلاس شما چیزی ننویسید که تمرکزتون به هم نخوره. اینایی که من نوشتم اینو همیشه یه فایل میکنن بهتون میدن، شما دست نویس منو خواهید داشت دیگه. گاج طلایی به درد نمیخوره متاسفانه، نقره ای تستاش کمه. فینگلیش نمیتونم بخونم، فارسی بنویسید.
درسنامه کتابا رو میگن بخونیم، نه نیازی به خوندن درسنامه کتابا ندارین. آها این هم سوال خوبیه. میگن برای فیزیک هفته چند ساعت وقت لازمه؟ حالا یا شما مشاور دارید یا ندارید. اگه نداری خودت میتونی برنامه‌ریزی کنی، اگرم داری چه بهتر، حالا خیلی هم فرقی نمیکنه. خب شما برای فیزیک هفته 7 و نیم تا 10 ساعت لازم داری بجز ساعت کلاس، هفته ای انقدر، این زمانیه که لازم داری. البته همه مشاورها اینو لحاظ میکنن، ولی اگه مشاور نداری اینا رو هم بکن. اینو میگم هفت و نیم برای دانش آموزای قوی تر، هفت و نیم برای دانش آموزای ضعیف تر 10 ساعت. اینو میکنی 5 تا 1 ساعت و نیم یا 5 تا 2 ساعت. تو این 1 ساعت و نیم چیکار میکنی؟ مثلا جزوه رو درسنامه رو میخوای بخونی، خب ببین در هفته 5 باره. خب شما روز اول ممکنه 1 ساعت طول بکشه جزوه رو بخونی، ولی روز دوم 10 دقیقه میشه، روز سوم 5 دقیقه، روز چهارم اصلا دیگه جزوه رو نمیخونی، بقیه‌شو میذاری تست میزنی. خیلی خوب، منتها یکی دو هفته اول این زیاده، چون هنوز ما حجم زیادی به شما مطلب ندادیم، ولی از هفته سوم چهارم دیگه اینو لازم دارید. هفته ای 5 تا 1 ساعت و نیم یا 5 تا 2 ساعت لازم داری که شامل چی میشه؟ بجز ساعت کلاس شامل چی میشه؟ مطالعه و تست زنی دیگه. نه میگن دست نویسا رو تو جزوه وارد کنید، نه اونجایی